دقت عزیز جان من دو تا حلقه سیم اینجا دارم یه حلقه سیم 50 متری سیم آلومینیومی جنسش آلومینیومه اوکی یه حلقه هم دارم سیم مسی اون تا 100 متره ولی سطح مقطع جفتشون 1.5 میلی متر مربع پس اینجوری شد دو تا حلقه سیم دارم یکی 100 متر مسی یکی 50 متر آلومینیومی درسته اما سطح مقطع جفتشون برابره 1.5 میلی متر مربع 1.5 میلی متر مربع میخوام مقاومت اینا رو اندازه بگیرم که تو کاملی موضوع درک بکنی وقتی میگم مقاومت الکتریکی در واقع فلزات مختلف با هم متفاوته بدونی یعنی چی چون خیلی باهاش کار داریم من یه دستگاه اینجا دارم عزیز جان تحت عنوان اهمت اوکی احمد چی چیکار میکنه میتونه بیاد مقاومت الکتریکی تجهیزات رو بسنجه ها من میام میذارمش رو حالت اهم یه بار دیگه که شما ببینید میذارمش رو حالت اهم اوکی و رنجش هم تغییر میدم چون از روی کیلو اهم بردمش روی اوم اوکی میخوام یه اهم خیلی کمی یه مقدار مقامت خیلی کمی داره سیم سیم که مقامتش خیلی بالا نیست بنابراین گذاشتمش از روی مگا اوم گذاشتمش روی اوم خیلی خوب که اینا رو کامل توضیح میدم میذارمش اینجا که شما ببینین و چی کار میکنم دو سر اومت رو وصل میکنم به چی؟ به سیم آلومینیومی نگاه کن چیکار کردم؟ این سیم آلومینیومیه بذار بگیرم یکم بالا با که ببینید این سیم آلومینیومی عزیزان 50 متر دو سرش رو وصل کردم به چی اینا این دو سرش رو وصل کردم به اوه متر چقدر داره نشون میده این بزرگوار مشخصه ها بگیرم بالا ببینی داره چقدر نشون میده عزیز جان تقریبا 2.3 دهم ده همه او سفرم روشن کنم که قشنگ ببینی میبینی 2.3 دهم ده همه خیلی خوب پس فهمیدیم سیم آلومینیومی با سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع به طول پنجامت داره چقدر نشون میده دو سه بریم مسیه رو تست کنیم میام اینجا مواد لازم یه مقدار سیم مسی و از این طرفم متر نا کن بیا رو زدم دو سر. کاری نکردم اهمت رو زدم دو سر سیم مسیه نا به همین راحتی به همین خوشمزگی میبینی چقدر داره نشون میده این بزرگوار دقت کن تصویر ها یک و نیم می... اوه, تقریبا نورش هم روشن میکنم که شما کامل ببینید جانم جانم به این کلاس چه اتفاقی افتاد سی مسیه طولش صد متر بود ولی مقامتش نصف سی آلومینیومی بود این نکته فوق العاده مهمه چرا مهم های فرادی؟ فردا میخوای بری برای تابلو برقه دقت کن اینجا من مثال بزنم تابلو برقی رو اومدی منتاج کردی تابلو برقت اینجاست درسته؟ بله دستگاه تو محیط کارخونه است این تو اتاق کنترله این دستگاهه دستگاه یه سری الکتروموتور موتور الکتریکی روشه دیگه ها که داره با موتور کار میکنه میخوای دستگاه رو سیم کشی کنی به کجا؟ به تابلو برق که اصطلاحا برق رو برسونی سر الکتروموتور حالا میای سیم آلومینیومی اشتباه انتخاب میکنی سیمه شروع میکنه جریان داخل این سیم که عبور میکنه چون مقاومت بالاتری داره اصطلاحا گرم میکنه یا به عبارتی سیمه توانایی عبور این جریان الکتریکی رو نداره سیم آتیش میگیره کارخونه رو میسوزونی به همین راحتی و همین خوشمزه اوکی لذا جنس سیم بسیار تو مقاومت سیم موثره طول سیم تو مقاومت سیم موثر سطح مقطع سیم تو مقاومت سیم موثر تا همینجا هستی من یکی دو تا دیگه سیم دیگه هم تست بکنم که ببین نه کن الان این یه سیم شیشه از ببین این سیم زرده سیم شیشه مقطع 6 میلی متر مربعه اوکی طولش هم 100 متره دقت کردی میام چیکار میکنم میام سر این سیمو من لخ میکنم خوب گوش کن که کامل کامل یادش بگیری یا بذار من سر من پیدا بکنم قشنگ که شما قشنگ ببینی خیلی خوب این هاشش خودش این سر سیم دو سر سیم ها من لخ میکنم و چیکار میکنم؟ اهمت رو میذارم سر این سیم مسیه سیم شیش سیم با مقطع 6 ببین سیم با مقطع 6 100 متر حالا مقاومت رو داشته باش ببین چقدر قدر مقاومتش اجازه بده من این سیمرم اجازه تغییر بدم که رها نشه اصطلاحاً خب مقاومت رو نگاه کن ببینی؟ حدود 3 دهم او چه اتفاقی افتاد طول سیم 100 متر سطح مقطع افزایش پیدا کرد اوکی یه تابلو تا کامل توضیح بدم این مفهومو عزیز جان بهت گفتم آقا جان مقاومت سی مساوی با رو ال به آ اومدم سیم مسی 100 متر 100 متر با سطح مقطع یک و نیم میلی متر مربع اومدم تست کردم مقاومتی که به من داد حدود دو و سه در همه اون بود سیم قرمزه یادت میاد سطح مقطع رو با بردم بالا اوکی چه اتفاقی افتاد رابطه داره به من میگه میگه اگه سطح مقطع رفت بالا مقاومت میاد پایین یعنی چی یعنی سیمه سیه که سطح مقطعش 6 میلیمتر متر مربع مقاومت حدود 3 دهم ده همه اوم داره به من نشون میده پس اگه خواستی مقاومت سیمت کم بشه باید سطح مقطعش رو ببری بالا و این نکته فوق العاده مهمه هر چقدر من داد بزنم هر چقدر گلومو پاره کنم بازم کمه Okay. لذا اولین عامل که بسیار بسیار مهمه سطح مقطع سطح مقطع بره بالا مقاومت کم میشه سطح مقطع بیاد پایین مقاومت زیاد میشه این سطح مقطع میام رو طول اگه طول بره بالا چون تو صورت کسره مقاومت میره بالا اگه طول بیاد پایین چون تو صورت کسره مقاومت میاد پایین رابطه بسیار مستقیم داره طول کمتر مقاومت کمتر طول بیشتر مقاومت بیشتر و مورد آخر رو رو بسته به جنس سیم داره که این جنس سیم هم من الان کامل برات باز میکنم اگه جنسش آلمینیوم باشه رو متفاوت از مس مثلا مقاومت ویژه برای مس یه عددیه مقاومت ویژه برای آلمینیوم یه عدد دیگه یه. به همین دلیله که دو تا حلقه سیم 100 متری با سطح مقطع برابر اگه یکی جنسش آلومینیوم باشه یکی جنسش مس باشه مقاومتاشون کاملا با هم متفاوت اوکی فکر میکنم به اندازه کافی من به این مبحث اصطلاحا وقت براش گذاشتم و یه جورایی کامل بازش کردیم بیا تو پاورپوینت من یه دو سه تا نکته دیگه بگم و جمع بکنم